عصرتون بخیر. امیدوارم که امروز هم مثل جلسه قبل حی و حاضر و قبراق اومده باشید. مبینا خانم، آقا عرفان، آقا رامین، جوانا، یاسین خان. به به، دیگه بچه ها معذرت میخوام. یهو اسامی رگباری اومد، من گم کردم اسامی رو. همتون خوش اومدید. عصر همگیتون به خیر و خوشی. امروز به دو دلیل اهمیت داره. یکی این که بچه ها جلسه اول ماست، در حقیقت ما جلسه قبل جلسه بود، الان جلسه اول محسوب میشه و خب حالا طبق قول و قرار اینم رایگانه و امیدوارم دوستایی که دوست داشتید دعوت کرده باشیم بیان استفاده کنن، حیفه. دوم این که چون من میخواستم رو آرایه‌های ادبی خیلی تاکید کنم که قطعا دو آزمونای سمپات خیلی فاکتور مهمیه، واسه خودش یه وزنیه، امروز ما فقط کاربرگی رو که دادیم خدمتون بچه ها پاسخ رو میگیم که یه مرور کامل، امروز یه مرور کامل رو آرایه ادبی داریم، برای اینکه تستم داریم. بچه ها دقت کنید، جلسه آخر من متوجه نشدم عرفان جان یعنی چی، ولی بگم یه فایلی هم امروز قرار میدیم که البته فکر میکنم 20 یا نهایت 30 تا تستشو میرسیم بزنیم، 80 تا تست آرایه های ادبیه، اون فایل در اختیارتون قرار میگیره. خواهش میکنم بقیهش رو حتما به عنوان وظیفه تکلیف انجام بدید. البته ما بعداً تو شرایط چیز شد میام رفع اشکالش میکنیم، ولی میخوام شماها حداقل تو حوزه آرایه‌های ادبی یه چیزی در حدود تقریبا 100 و مثلا 10 15 تا تست دیده باشین که دیگه مسلط بشید. وقتی به آرایه ادبی مسلط میشید بچه‌ها، در حقیقت یه گام اساسی برداشتید. مهرون جان نه 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 نه، جلساتمون هنوز اینور مونده بچه‌ها، جلساتمون اینور مونده، نه تا توی در واقع میانه های شهریور جلسه همون میکشه، خب بعد تا انتهای مرداد میانه شهریور میکشه، بعد یه گپ داریم، یه تعطیلی داریم، بعد بله میریم از مثلا هفته دوم مهر شروع میکنیم. النا جان واتساپ رو نه، ولی من آدرس اینستاگرام خودم رو بهتون میدم که توی اون در واقع اگه کسالا جواب بدم. بعد یاسین جان قدمت رو چش، خوش اومدی عزیزم، خوش اومدی، اشکال نداره سینا جان، مهم نیست، مهم اون انجامشه واسه خودتون فعلا که بعد ببینید که چقدر میدونید چه ریزکاری های مهمه، اینا خیلی مهمه. عیبی نداره، عیبی نداره. سلام عزیزم، سلام، خوش اومدی. محمد امین جان میتونی با ادمین تو ارتباط باشی، راهنماییت میکنه که تکلیف رو چجوری بفرستی، بعدم دستت میاد تکلیف رو چجوری بفرستی. ما به جلسات بعد یواش یواش فایلایی رو قرار میدم، من فایل در واقع آرایه ادبی رو کامل قرار میدم، فایل دانش زبانی یا دستور رو کامل قرار میدم، فایل تاریخ ادبیات رو قرار میدم به شکل پی دی اف. اونجا شما میتونید به راحتی در حقیقت علاوه بر اینکه اینجا گوش میدی مطالعه هم بکنی. خب نه تابستون گفتم آندیا جان اگه اشتباه نمی کنم، چون من خوب ندیدم، ولی بله آندیاس فکر کنم درسته. نه نه، تا نیمه شهریور بریم، یه گپ حدود 3 هفته ای داریم، بعد دوباره از اون ور شروع میکنیم تا تعداد جلسات زیادی ما با هم کار داریم. انشالله حالا یه برنامه هایی داریم، شما رو تا امتحان رها نمی کنیم و انشالله مثل بچه های امسال که گل کاشتند و تعداد واقعا قابل قبول و تعداد زیادی قبول شدن ما هم لذت بردیم، انشالله شما هم جز قبولی سال بعد ما هستید. آره آره یاسین جان، هوش ادبی هم بذار برسم بهش. میبینید الان در واقع تو اینجا ما این بازی ها رو داریم، من حالا به فراخور داستان میگم بهت. خب بسم الله بریم سراغ تکلیف، موافقید؟ بریم سراغ عرض به حضورتون تکلیفی که داده بودم. تکلیف اول ما بچه ها تشریحی بود، درسته؟ تکلیف اول ما تشریحی بود. من میخوام خواهش کنم که عزیزان من در واقع اینو به عنوان دو سه تاشو با هم فکر میکنم اگه بتونید وسشید بیاد صحبت کنید منم بنویسم خیلی فعالانه تره. نه نه تی ان تی جداست محمد امین جان، بحث تی ان تی جداست، اون حالت جمع بندی جداست،
خب سوهیل حتما توی یه ساعتی بسته میشه دیگه عزیزم. سلام سلام سلام، خوش اومدی، خودتو معرفی کن عزیزم. ممنون، یاسین ملک علایی هستم. آقا یاسین خیلی خوش اومدی پسرم. خب پسرم، ما میخواییم که شما کمکمون کنی، بیت اول رو هرچی آرایه میدونی توضیح بدی منم بنویسم. بله جان. اولی تو مصرع اول سپید و سیاه تضاد دارن. بله بچه ها، سپید و سیاه ببینید، سپید، ای بابا اجازه بدید من این، متاسفانه انگار یه ذره گیر داره قلم ما، ببینم میشه سپید و سیاه. آره خب اشکال نداره، سپید و سیاه تا حالا سیستممون درستش کنه، سپید و سیاه تضاد. پس بچه ها اولین آرایه تضاد. من یه نکته رو بگم، یه عزیزم دخترم گفته که تایم مهدی خانم تایم نماز هستش. عزیزم ببینید، ما این سیستم از حدود 4 بعد از ظهر تا 9:30 شب فعاله و کلاسای تو شیده شده، یکیش متاسفانه به این تایم میخوره. شما میتونید حالا انشالله امروز رو بعد از اون تایم، بعد از کلاس نماز رو بخونی. بچه‌ای که خیلی دوست دارن، آره این متاسفانه کارش هم نمیشد کرد به خاطر اینکه این سیستم این تایم رو قرار میده. بله بچه ها، سپید و سیاه متضادن. بعدی هم بر و سر جناس ناقص اختلافی. به به، بر سر هر هم میتونیم بگیم نه؟ بله هر هم میتونیم. جناس ناقص، ناقص اختلافی. بچه ها جناس ناقص اختلافی، خیلی عالی. خب یه سوالم از این بیت من داشتم جانم. این که میگن بعضی از کلمات مثل بینی از بن مزارعش مثلا ساخته شدن، اون چجوری تکلیفش؟ ببین من چون بعد از آرایا وارد دانش زبانی میشیم، کامل ساختار زبانها و زمانها را خواهم گفت، خب اونجا توضیح میدم. ولی همینقدر بدون، بن مزارع رو از مصدر دیدن، بن مزارع میشه ببین، بهش برمیدارم بین، حالا صرف کنیم، بینم بینی بیند، یا ببینم ببینی ببیند، بینم بینی. بله این به معنی ابزار تنفس یا بویایی نیست، این بینی یعنی میبینی در واقع. اینو مفصل خواهیم داشت. بین و این جناس دارن؟ نه 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 نه، بینیه. آره 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 میبینی. اینجا یه مقدار احتیاط کنیم بعضی چیزا رو. خب حالا یه سوال پسرم، بچه‌ها دقت کنید، گفتیم جایی که تضاد داریم عملاً مراد هم داریم، مراد نظیر و تناسب هم داریم. چرا؟ چون بچه سپید و سیاه جفتشون رنگن، رنگ. پس تو این قضیه تناسب داریم دیگه. درود بر تو. دیگه چیزی دیگه در نظر نمیاد اینجا؟ نه. کارگاه میتونه استعاره از دنیا باشه؟ کارگاه کلمه مرکب استعاره از دنیا، یعنی منظورش دنیا باشه؟ آفرین. بله بله اینجوری هم اگه بخواییم میشه میتونیم بگیم دیگه. در واقع بله. میگه که هر که تو بینیز سپید و سیاه بر سر کارش در این کارگاه، میگه تو این دنیا هر کی که یا هر چی که میبینی به خاطر چیزی آفریده شده، منظور در واقع خلقت، نظام خلقته، درسته؟ بله. پس ما میتونیم اینو استعاره بگیریم دیگه، نظام خلقت به کارگاه تشبیه شده و منظورش نظام خلقته، استعاره مصرحه، درسته؟ بله بله حسین آقا درسته. بله غزل خانم درسته. مرسی پسرم. دیگه چیز دیگه به نظر نمیاد؟ نه دیگه واقعا نکنم چه دیگه باشه. خب حالا کل بیت میتونه کنایه داشته باشه؟ کنایه از این که هر کسی تو این دنیا مشغول کاریه. آره خب نه، کنایه از این که هیچ تو نظام خلقت هیچ چیزی بدون هدف آفریده همون. بله یه جور دیگه شوشم آفریده نشده. پس بچه کنایه هم داریم، کنایه از هدفمندیه، کنایه از هدفمندیه آفرینش. خب کنایه، استعاره، جناس ناقص، تضاد، واجارایی هم داریم. خب پسرم اینترنتش ضعیف بود، هیچ هم اشکال نداره، قطع شد. بچه ها واجارایی هم داریم دیگه، درسته؟ سپید، سیاه، سر، کاریست، درسته؟ واجارایی س، اوه،
چقدر آرایه توی یه بیت میتونه باشه بچه ها؟ واجارایی هم داریم. واجارایی بچه ها ره رو نگاه کنید. نگاه کنید. یعنی عالی بچه ها. از همین جلسات اول واقعا سپاسگزارم. کیف میکنم. همه تون تو خونه بگید واسه تون اسفند دود کنن، اینجوری فوت هم کنید واسه منم بیاد. خیلی خوبه بچه ها. یعنی ببین اینجوری کار کنید امکان نداره آره ادبی از یه دستون در بره. آره 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 نه دیگه ببین هستی جان، سپید و سیاه ایهام نداریم که. خوب دقت کنید ببین، در واقع ایهام نداریم، منظورش میدونی چیه؟ تو طیف رنگ، مرسی سپیده اینو مطرح کردی، اینو توضیح میدم دخترم. آره واجرایی که بچه، واجرایی مهم نیست چه حرفی رو میگید، درست باشه اینجا ممکنه چهار جور واجرایی باشه. اما ببین تو طیف رنگ یه سر طیف، بذارید من اینو پاک کنم اینجا رو، یه ذره خلوتش کنم بگم داستانش چیه. اینا رو که نوشتید دیگه، کنایه و فلان و اینا رو. بچه ببین تو طیف های رنگ یا تو هر پدیده ای وقتی میخوام بگن همه، وقتی میخوام بگن همه، ببین یه سر سپیده یه سر سیاهه دیگه تو طیف رنگ، درسته؟ از اینجا میاد لیمویی مثلا، زرد، نارنجی، قرمز مثلا، بعد بنفش فرض کن، سرمه‌ای، بعد میرسه سیاه. وقتی دو سر طیف چیزی رو، مفهومی رو عنوان میکنن، منظور هم است. میتونیم بگیم کنایه از هم است. در واقع چه میدونم، جاده‌ای رو در نظر بگیرید، مقصد مبدأ میشه همه مسیر دیگه. گرفتین چی شد؟ متوجه شدین؟ سید نهال موسوی عزیز، اگر میخوای درباره ایهام نظری داری، البته با سیستم HD نمیتونی، ولی سیستم تو MD کنی میتونی بیای صحبت کنی. خب حسین جان، سیاه و کارگاه قافیه، ما با قافیه الان کاری نداریم فعلا اینجا، بله قافیه ایمان درسته، قافیه است عزیزم. اما سجع مترف دقت کن هستی جان، سجع مال شعر نیست، سجع فقط مال نثره. ما نثر مسجع داریم، نظم مسجع نداریم. چرا؟ خاطرت باشه عرض کردم کلمه مسجع شبیه قافیه هم. تو تو شعر قافیه داری دیگه، سجع نداری. درست شد خانم؟ نهال خانمم، اگر که سیستم تو اصلاح کردی میتونی بیاد توضیح بده. نه ما اینجا ایهامی نمیبینیم آخه، ایهامی وجود نداره. میگه ای انسان، ما آدمه یا مخاطب، هر کیا که میبینی، هر چیا که میبینی، از سپید و سیاه یعنی همه کاری تو این کارگاه دارن، یعنی برای هدفی آفریده شدن. خیلی خوب. نه غزل خانم، نه عزیزم. بریم بچه ها بیت بعدی. کسی میاد بگه مثل این پسرم اینقدر قشنگ و عالی گفت؟ بیت بعدی. جغد که شوم است به افسانه در، بلبل گنج است به ویرانه در. یاسین جان اصلا مهم نیست. بچه ها، خانم آقا دقت کنی، اشکال نداره، اصلا خودتون رو ناراحت نکنی، اینترنت قطع میشه هر چیز، مهم این دیالوگی ما تو گفتگوه. جانم سلام. سلام. سلام دخترم، خودتو معرفی کن لطفا. من تراوتم. تراوت، خانم تراوت داودی. خیلی خوش اومدی دخترم، بفرمایید خدمت شما این بیت دوم. اینجا من فهم میکنم که جغد و بلبل مرات نظیر باشن. بارک الله. بعد واجاریه سم داره. پس ما بگیم یک مرات نظیر داریم. بچه ها خودتون نشانه هاشو یا تناسب، جغد و بلبل، خب دیگه؟ و واجاریه سم هست؟ واجاریه س میتونیم بگیریم، چرا که نه؟ واجاریه س هست، چرا که نباشه؟ واجارایی صدای ای هم میتونی بگیری. بچه ها ببینید واجارایی میگیم اینجوریه، خیلی ها شاید این توجه نمی کنن. ببین جغد که ای، ب افسانه، ب ویرانه، ای 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 ای، واجارایی ای، مصوت ای، واجارایی داریم و درست گفت.
یا سین هم میتونیم بگیم سین. دیگه بعد افسانه و ویرانه هم هجا، افسانه ویرانه خب هم هجا باشن، مشکل ما نمی کنن، قافیان دیگه، درسته؟ بله خب قافیان، این از این نظر درست. دیگه تا فکر میکنی کاوه جان. بله عزیزم گفتیم دیگه، کنایه از همه است. آره عزیزم خب یکی از بچه ها خوب دیده، دخترم آیا معنی رو نگاه کن، میگه جغدی که توی در واقع ما میگه معنی شوم بهش میدیم تو افسانه ها شومه، اینجا مثل بلبل گنجه. حالا ببین ما کلمه مثل و مانند رو نداریم، ولی واقعیت اینه که در معنا تشبیه رو تشخیص میدیم، درسته؟ بله. میگه جغد که ما میگیم شومه و جایگاهش معمولا، میدونه داستانو دیگه، جغد معمولا جایی زندگی میکنه که خرابه باشه. حالا علتش هم بچه ها میشه علت، یه مقدار بخوایم داستان تر بسازیم، فضا سازی کنیم، به نوعی شاید بشه گفتش که یکی اینکه اول از این جای خلوتی مزاحم کم داره، دومی که احتمالا تو خرابه ها جایی که ویران شدن معمولا مار و مور و اینجور جانورا زیاد هست، شکار زیاد داره. سوم بچه ها میخوام الان فضا سازی ادبیاتیش کنم. بچه ها اون قدیما دزدا کاروانو که میزدن اشیاء گرانبها رو نمیوردن تو خونهشون تو شهر قایم کنن، که باید میرفتن جایی قایم میکردن که کمتر به قول معروف دسترسی، آره آره دسترسی داشت، کاملا درسته. برای من میرفتن یه گوشه این خرابه ها رو میکندن قایم میکردن، روشن با خاک نشون میذاشتن این قسمت خرابه اینجا اینجا این اتاقه، چون معمولا کسی نمیرفت بیاد دیگه. یه ذره یادتون باشه خوب دقت کنید، یه ذره فضای ذهنی مردم هم پر میکردن از اینکه اینجا نمیدونم پر از چیزهای خطرناک و موهوم هست، به خاطر همین معمولا خرابه ها مردم میترسیدن وارد بشن. خب حالا جغدام که اونجا زندگی میکنن، ببینید این فضای ذهنی شب، جغد اصلا تو شب خوب میبینه، شب میره شکار، صدای جغد ترسناکه تو شب، تو اون فضای با اون فضای ذهنی آدما یه مقدار شوم تلقی میشه. ها بعد اگرم یکی میرفت اونجا مثلا کندوکاف کنه بکنه ثروتی پیدا کنه گنج پیدا کنه، اون دزدا میرفتن سر وقتش میکشتنش دیگه. پس ببینید اون فضا سازی که جغد بیچاره رو شوم تلقی میکنن و واقعا افسانه هستش، خوب دقت کنید، میگه آقا اون جغده که تو افسانه ها شوم تلقی میشه، بابا اون بالا سر گنج نشسته، در واقع بلبل گنجه. حالا چرا بلبل؟ صدای جغد رو میگن شومه، صدای بلبل که شوم نیست، صدای بلبل دلنشینه. خب این میگه آقا هر جا یه جغدی صدا داد باید واسه تو مثل بلبل باشه، یعنی داره میگه آقا این دور برای گنج هست. بچه ها ما با فضای ادبیاتیش کار داریم، ما با واقعیتش فعلا کاری نداریم. پس به نوعی مفهوم تشبیهی هم داریم، جغد خرابه رو به بلبل تشبیه کرده، بلبل بالا سر گنج. دیگه چی داریم دخترم؟ دخترم میتونی صحبت کنی؟ آره خب عرض به حضورتون، ما که و به رو میتونیم بگیم جناس دارن بچه ها، که به، ببینید جناس داریم نه؟ که به. خب مراد نظیر کل داستان هم کنایه داره دیگه، کل بیت بله کنایه داره، کنایه از این داره که حواستون باشه ممکنه چیزی رو که شماها بد میدونید در ذاتش بد نباشه، اتفاقا خوبم باشه. یعنی ما حق نداریم مطلق درباره چیزی، من یه ذره بازش میکنم مفهومو، مطلق درباره چیزی فکر کنیم، ممکنه آن چیزی که در ظاهر بده بد نباشه، اتفاقا باطن و مفهوم خوبی هم داشته باشه. میشه اینو بسش بدید، توسعش بدید بچه ها. نه شوم است و گنج است جناسی نداره رضا جان. ببین عزیزم جناس
نهایت باید تو یه حرف اختلاف یا کم و زیاد بشه. شوم و گنج با هم دیگه اون اصل رو بذار کنار، شوم است گنج است، اصل رو بذار کنار، شوم و گنج هیچ ارتباط جناسی ندارن. تلمیح به چی میتونه مهندسه جان؟ به چی میتونه تلمیح داشته باشه؟ نه تلمیحی نداریم اینجا، هیچ تلمیحی نداریم، تلمیح به هیچ مفهومی نداریم دیگه ما، نه به آیه، نه به حدیث، نه داستان تاریخی. خب خیلی خوبه، خیلی خوبه. تکرار هم سهیل به افسانه در اگر منظورت، یا مثلا به و به تکرار به، چرا غلط نیست. منتها گفتم بچه ها حقیقتا آرای تکرار این چیزها رو نمیخواد، بیشتر حالا میریم کلمات وزینتر. غلط نیست به لحاظ درکی، تکرار رو درک کردی، ولی کلمات وزینتر رو خیلی جسورانه تر فکر کنید یه ذره. نه 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 بلبل، یاسین جان بلبل به گنج تشبیه نشده. بلبل چون صدای قشنگی داره، دلنشینه، پیام‌آور خوشی و خوبیه، بلبل یکی پیام گنج رو میده، منظورش اینه. متوجه شدی؟ پس تشبیه نداریم اینجا. میگه بابا جو ترجا خوند نترس، شوم نیست، اتفاقا خوبه، داره میگه اینجا گنج هست، پس پیام خوب داره میده، منظورش اینه. ظاهر رو دقت نکن، باطن رو توجه کن. بریم سراغ دو، بریم سراغ تمرین دو. اگه کسی وصل شده بیاد. امیر مهدی جان قربونت برم توی اینا، آقا ما تکرار میکنیم، نگران نباش. چشم، اصلا به خاطر همین امروز من امروز گذاشتم سنگین تشریحی و تست آرایه‌های ادبی رو، که وقتی تموم شد رفتیم هیچکی زیر 80% نمونه، همه بالای 80% باشن، که بعد حالا تو آزمون ها و نمونه هایی که کار میکنیم اون 20% هم انشالله پوشش میدیم. خب دو رو کسی نگفت من بگم. کسی وصل شد؟ روشن و گرم و زندگی پرداز، آسمان مثل یک تبسم شد. مرسی، مرسی هستی خانم. زندگی و آسمان مراعات نظیر. امیر حسین جان بیا بچه ها، به من نگید خواهشن، خانم آقا لطفاً به من نگید، وسشید بیاد صحبت کنید. ببین من که میبینید هیچ در واقع ارتباط چیزی ندارم. بچه میگه که آسمان و زندگی، سلام، بله بله بله، هر کی میتونه وسشه. بچه ها به جای اینکه آسمان و زندگی رو بگیریم، سلام استاد. سلام عزیزم، چطوری آقا؟ ممنونم. شما خودتو معرفی کن لطفا پسرم. رضا بشیری هستم. آقای بشیری خیلی خوش اومدی، بفرمایید خدمت شماییم. الف رو بفرمایید. الف، من فکر کنم که بین روشن و گرم و زندگی مراعات نظیر هست. بارکلا. روشن، گرم، زندگی پرداز، یعنی همه حس خوب دارن به ما میدن، تناسب یا مراعات نظیر هست. بله بله. یه آرایه دیگه هم که پیدا کردم، آسمان مثل یک تبسم شد، اینجا آرایه تشبیه داره. بارکلا. آسمان به تبسم مثلم که در واقع حرف تشبیهه، کاملا درسته، کاملا درسته. پس بچه ها تناسب یا مراد نظیر و تشبیه رو خیلی واضح گرفتیم. حالا کنایه هم این تو میبینی؟ کنایه؟ بکنم زندگی پرداز. خب کنایه از چیه؟ من اینجا آمانش هستم بچه ها، میخوام تابلو رو خوب ببینید. خب بگو. فکر میکنم که کنایه از خوب زندگی کردن و این چیزا باشه. کنایه از در واقع اوضاع بهبود یافتنه، شرایط بهتر شدنه. نه مثلا فکر کنید بچه ها یه روزی مثل همین روزا که بارون میاد، بارون شدید، آسمون ابریه، نمیدونم سیلاب را افتاده، آدم کلافه است، بعد اینا تموم میشه، مثل امروز تهران هوا تمیز، امروز تهران خیلی هوای تمیزی داشت، فکر کنم بچه هایی که تو تهران زندگی میکنن موافق باشن، خیلی خوب بود، به خصوص سمت صبح هوا خیلی لطیف بود. ببین فضا، فضای روحی خوبیه. پس این کنایه از اینه که اوضاع احوال خیلی خوبه، شرایط خیلی خوبه. چرا؟ کنایه هم داره. بسیار عالی. دیگه چی میبینی؟ تکرار حروف هم فکر میکنم بین نه باشه، حرف نه. منظور واجاراییه دیگه. آره بله. تکرار حروف نگیم، تکرار واج. بچه ن ن میتونیم بگیم، ن میتونیم بگیم، ر روشن، گرم، پرداز. آره. واجارایی ر هم داریم، کاملا درسته،
کاملا درسته. واجارایی، تناسب، کنایه، تشبیه، بسیار عالی. آقا متشکرم، متشکرم. خیلی عالی بود. بسیار عالی. خب، بر هر کی میاد. هومن جان قربونت، خودت باید واسی عزیزم. آقا هومن، واسه شو بیا برو بگو میتونی. خب، واسه نشدی؟ سلام. سلام استاد. سلام عزیزم، خودتو معرفی کن. مهدیه احمدسوار هستم. مهدیه خانوم؟ مهیا. مهیا، بله، خوش اومدی. خوش اومدی خانوم. بفرمایید خدمت شما. خب، دیگه زندگی بخش میزند، لبخند زدن زندگی. خب تشخیصه یا همون جانبخشی؟ آدم نمایی، تشخیص، جانبخشی، بله. بعد هست وقت شکفتنت امروز کنار داریم که اشتباه نکنم از تلاش میشه. آفرین. نه اصلا رشد کردن، بالنده شدن، پیشرفت، کنایه از پیشرفته. کاملا درسته، بارکلا. دیگه و واجاره هم من تا پیدا کردم، یکیش حرف ت، بارکلا، و مستوت ا، بارکلا. بچه ها واجاره ای ت ت ت ت نگاه کن، واجاره ت، واجاره ای ا، واجاره ای د د، میتونیم بگیم کاملا درسته، بارکلا. کنایه، تشخیص و واجارایی. خیلی عالی، مرسی، خیلی خوب، خیلی عالی خانم، ازتون متشکرم. بچه ها واقعا چی بگم، اصلا شنبه میام پلو شما کل هفته ما آباد میشه. چه شبه، چه روزای خوبی، چقدر خوبه شما ها که اینقدر تسلط دارید به داستان. و از این خانمم خداحافظی میکنیم، میریم سه. النا جان شما بزرگواری، خودتون دارید خوب تلاش میکنید، مرسی. میریم سه بچه ها. بیت اول. آره غزل، غزل جان، بله بله. چرا معصوم جان، بچه هایی که ثبت نام میکنن همینجوری میریم تا حدود میانه شهریور. ببین جلسه صفر و یک ما رایگان بود، همه میتونستن باشن. حالا همه اونایی که دوست دارن، دختر نازم، میتونن باشن تا میانه شهریور. به 6 جلسه میریم. خب بعد تموم که میشه یه گپ داریم، استراحت داریم. هفته دوم انشالله مهر میام خدمتون، همینجور ادامه میدیم تا بریم برسیم به امتحان. خب بله، من بگم خودم. خداوندا به حق نیک مردان که احوال بدم را نیک گردان. کسی وضع شده؟ خب معصوم جان من اون درس رو نمیدونم، ممکنه که آها ببینید فیزیک و شیمی و زیست و اینا. سلام عزیزم، من یه 5 ثانیه ازت عذرخواهی میکنم، باشه نرو، توضیح بدم به این دخترم. معصوم جان اینا درس های مختلف هم، مثلا 3 جلسه این، 4 جلسه این، 3 جلسه اینجوریه، ولی من یک کاسه است، نه یک تیک است. سلام پسرم، خودتو معرفی کن عزیزم. استاد من هومن ایلیکیان هستم. ببین یه بار آرومتر بگو، خیلی سریع گفتی. استاد من هومن ایلیکیان هستم. آقا هومن خوش اومدی عزیزم، بفرم. استاد من اولین چیزی که تونستم پیدا کنم مردان و گردان که میشه جناس اختلافی. بچه بله. قافیه های ما در واقع قافیه همون جناس اختلافی دارن، مرد و گرد. حالا الف و نونشو که اصلا میتونی نبینی، ولی معلومه که میم و گاف جناس اختلافی، درسته دیگه. بعد تکرار نیک، تکرار کلمه، بله کلمه، تکرار، بله تکرار کلمه، درسته دیگه. بعد نیک گردان تشبیه هم میشه، تشبیه. ببین بعد و نیک با هم چی دارن؟
تضاد، درسته؟ بله بله بله. اونم داره تشبیه، هم ما دیگه احوال بد تشبیه نداریم، نه؟ نه من گفتم که نیک گردان میتونه تشبیه باشه، نیک گردان. نه دیگه، نیک گردان یعنی خدایا حال بد منو خوب کن. بله بله. خب دیگه؟ دیگه همین رو من تونستم پیدا کنم. تضاد داریم، تناسب هم داریم دیگه، نه؟ بله بله، تضاد به تناسب هم داریم. آفرین، خیلی خوبه آقا، خیلی خوبه، خیلی خوبه. درود بر شما، درود بر شما که اینقدر عالی میرید. منادا بودن، حسین جان، آقای اجدری نازنین، منادایی رو ما میریم توی جمله و شبه جمله میخونیم، جزء خواص، جزء قواعد، اینجوری بگیم قشنگتره، آرای ادبی نیست. پس ما اصلا اون میشه تو دانش زبانی ما. نه نیک مردان چرا کنایه باشه؟ بگیم خدایا به حق حالا پیامبران، معصومین، امامان، آدمای خوب، خدایا به حق اونا مثلا ما رو هم گناهمون رو ببخش. تو دعاست دیگه. نه کنایه نمیخواد، نیک مردان انسان‌های نیک. خب با پسرم خداحافظی میکنم. آره واجاره، بچه واجارایی هم داره دیگه، یعنی من این چیزایی که بعضن رد میشم دیگه تکراره. واجارایی پسرم نوشته آ، بله خداوند آ، آ ببین یه آ، دو آ، سه آ، چهار آ، پنج آ، شش تا آ، بله واجارایی آ هم داره. آره منتها دیگه بعضی از اینا رو خودتون مینویسید، درستم هست، ما اینجا نمیگیم. من میخوام به تستامون هم برسیم، یه 20 تام تست ببینیم، چون فرمت تستم فرق میکنه، یه نکته ریزی هم اونجا داره. بله سینا جان چرا نمیشه عزیزم، تشریف بیا آقا، شما خودت باید بسشی. میریم بیت بعدی. مکن ما را از این درگاه محروم، چو گنجشکان مران ما را از این بوم. آره خب کاوه جان، آها تو سیستمت نمیتونی بیای، چی دیگه؟ کاوه خان درست گفته بچه، کاوه میگه که چو گنجشکان مران ما را از این بوم تشبیه. بله ما مشبه، گنجشکان مشبه، هم به چو یعنی مثل، تشبیه داریم، درسته بچه، ما مشبه، گنجشکان مشبه، هم به چو حرف تشبیه، پس اینجا تشبیه رو داریم، درسته. واجارایی حرف م، واجارایی حرف م، بله چرا که نه. ببین بچه ها م، م. بله واجارایی حرف، در واقع واجارایی واجه، حرفم شاید قشنگ نیست بگیم، واجارایی واجه م، صامته. بله از این، از این میتونیم بگیم تکرار داره، جان بخشی نداره. نه جان بخشی کاری نکردم، جان بخشی نداره، اما کل این کنایه آمیزه، کل بیت کنایه از اینه که خدایا ما رو تحت حفاظت و حمایت خودت بگیر، خدایا به ما کمک کن. بله آره دیگه، قافیه هم که محروم و بوم دیگه میشناسیم. ما ورا، یاسین جان جناس داره، جناس اختلافی، آفرین بچه. یاسین میگه ما و مثلا را، کلمه را، جناس اختلافی، بله جناس داره دیگه، درسته. بسیار هم عالی، بریم سراغ بیت بعدی. اینم بگیم، میخوام بریم سراغ تست، اینم بگیم بقیهش با خودتون، یه دونم بگیم بعد بریم سراغ. آره محیا، قافی و ردیف جز در واقع مباحث بلاغی بعضی هم میدونن، من نمیدونم اینو، حالا ممکنه تو مدارس مختلف متفاوت بگن، ولی منظور از آرای ادبی این نیست. الان توی بحث آرای ادبی نگنجونید قافی و ردیف رو، نه قافی و ردیفتون تناسب، تضاد، عرض بازتون کنایه است، مبالغه است، جانبخشی، تشبیه، عرض بازون مبارکتون که خب کنایه رو که گفتیم، اینجور چیزاست. خب زبانی ده که اسرار تو گوید، روانی ده که دیدار تو جوید. بچه اینجا، اینجا من خودم بگم، دقت کنید بچه ها، ببینید ما اینو تلفظ میکنیم ده، این تلفظ میکنیم که، پس این دوتا رو نمیتونیم جناس بدونیم، چون این آخرش، این آخرش ا، حرف اولشون که فرق میکنه، پس این دوتا رو جناس ندونید، این ریزه کاریه،
کوچولو رو حواستون باشه، تو تلفظ خیلی مهمه، دقت بین. ولی میتونیم واجارایی رو بگیم ر، واجارایی ر، تموم شد. یکی کنایه هم میتونیم بگیم خدایا به ما توانمندی بده که در راه تو تلاش کنیم، درباره تو حرف بزنیم، برای رضای تو کار کنیم، میتونه کنایه از این باشه. پس واجارایی رو دیدیم، کنایه رو دیدیم. گوید و جوید قافیان، ما با قافیه بودنشون کاری نداریم، جناس ناقص اختلافی دارن. کاملا درسته مهسا، مرسی مهسا، مرسی رضا، مرسی یاسین، باریکلا. زبان و روان، نه چرا زبان و روان، بچه ها تناسب ببینید، زبان و گوید گفتن تناسب بگیرید، راحت تره که زبان و گفتن، نه این قشنگ تره که. حسین جان کنایه از این که خدایا به ما توانمندی هایی بده که در راه تو قدم برداریم، کنایه از اینه. نه نه روان ایهام نداره، این روان یعنی روح، ایهام نداره، یه معنی بیشتر نداره. آره تکرار داره، درسته، درسته سینا جان. آره بچه ها تشخیص، ببین تشخیص نگیرید، ولی حالا مجاز رو من اشاره میکنم، میگه زبانی ده که اسرار تو گوید، یعنی خداوند به من زبانی بده که این زبان، یعنی میخواد بگه خداوند، مجازن به معنی قدرت تکلم، نه تشخیص نگیرید، خدایا به من قدرت تکلم بده که فقط درباره تو صحبت کنم، منظور اینه. و تشخیص نگیرید، خود زبانه نیست که حرف میزنه اینجا، این مجازن یعنی قدرت تکلم من. نه زبانی و روانی جناس نیست هستی جان. آره تکرار درسته آندیا، درسته تکرار. امیر مهدی نمیدونم چی اول گفتم، ولی گفتیم اینجا واجارایی ر داریم، واجارایی آ هم میتونیم داشته باشیم. آها فکر کنم اینو میگی، عرض کردم ما اینو تلفظ میکنیم ده آخرش، من سعی میکنم واضح بگم، اینو تلفظ میکنیم ده، اینو تلفظ میکنیم که، آخرش ای نیست، پس آخرشون یکی نیست، اولشون هم که یکی نیست، خطا نکنیم و اینا رو جناس ندانیم. امیدوارم درست گفته باشم و همین رو خواسته باشی. غزل جان سعی کن، بعضی مواقع مشکلاتی هست که ما نداریم اینجا و مشکل رو شما داری و تلاشتون رو رفع میکنه. خب دوستان نازنین من، بقیه تشریح رو حتما انجام بدید. ببین تشریح داستانش اینه، شما وقتی الان درگیر شدی یه مرور کامل انجام میدی، اما توی تستی، حالا دقت کن، یه نکته هست توی تست ها، من خواهش میکنم اینو حواستون باشه بچه ها، تست ها جدا این که دانش رو میسنجن، در واقع این که میگوتید هوش کلامی، میخوام بهتون بگم که یه مقدار ویژگی دیگه هوشی رو میخواد، یکی این که دقت کنی اصلا خود تست درست یا نه، گاهی ممکنه یه تست دو جواب داشته باشه، یعنی میخوام بهتون بگم بچه ها تو تست یه بازی های اتفاق میفته، چون تو آزمونام هست، میخوام با هوش حواس کامل تو تشریح رو میخونی، خودت مینویسی، ولی تست واسط نوشتن، حتی ممکنه تست غلط باشه، باید بتونی تشخیص بدی. فهمیدید چی شد؟ خواهش میکنم تست رو حالا بعدم رو سرعت و دقت بیشتر مانور میکنیم، ولی الان میخوام بگم که بچه ها تست دیگه نوشتنی نیست، فقط باید دقت کنی جواب صحیح انتخاب کنی، اگه حتی دو تا جواب منطقی صحیح باشه هیچ اشکالی نداره، این تستا تمرینه بچه ها، حتی تو آزمون ها هم بعدن خواهیم دید، نمونه سوال های 4-5 سال سمپاد هم میبینیم، تو آزمون ها هم این اتفاق میفته، پس باید آمادگی ذهنی داشته باشیم. هستی جان حتما معرفی میکنم، چشم، نگران نباش، خودم اینقدر سوال بهتون میدم اصلا شما کتاب بی نیاز بشید، با من مطمئن باشید سوال و تست خیلی زیاده بچه ها، خیلی زیاد، اینقدر هست که شما اصلا میرید آزمون سمپات میایید بیرون بگید آقا این از سمپات سخت‌تر کار کردیم، من بهتون قول میدم، فقط تمرکزتون باشه، نگران نباشید. خب بچه های عزیز من، آقایون و خانم های محترم، لطفاً تست رو بزنید، من درصدم میخوام ببینم. خب هر کس خواست دیگه به من نگید، خودش بسش سری بیا توضیح بده، بس نشید خودم توضیح میدم، فقط ویژگی هاشو. تست شماره 1 و اینم ببرم بالاتر، خب الان خوبه فکر کنم،
خب همین یک و دو رو ببینید بعد میریم سه و چهار، اینجوری فکر کنم چاره ای نیست. بچه ها یک، توی این دوتا بیت وقتی میخونید کدوم یکی از این چهارتا رو مشاهده نمی کنید؟ ریزکاری تستی کشینه، فعل جمله حتما با دقت خونده بشه. تصویر تاره، سعی کنید شما خودتون کیفیت بدید دیگه. ممکنه آره، ممکنه اینترنت باشه بچه ها، ممکنه، وگرنه این الان هست. برزگری پند به فرزند داد کی پسر، این پیشه پس از من تو راست. هر چه کنی کشت همان بدروی، کار بد و نیک چو کوه و صداست. توش تمثیل، کنایه، تشخیص یا تشبیه کدومش نیست؟ خواهش میکنم دقت کنید و درصد که میزنید، من درصد رو دارم نگاه میکنم. نه ننویسید آندیا جان، رام اینجا ننویسید، همین شماره گزینه رو بزنید کافیه، نمیخوادم بنویسید گزینه سه، مثلا بزن سه، بزن دو، اینجوری. عرفان جان ننویس عزیزم، اذیت نکن خودتو، فقط مثلا یک دو سه چهارشو بزن، اینجوری بهتره. هومن جان همون ضرب المثل عزیزم، همون ضرب المثله. ضرب المثل ها که در حکایت های میان، حکایت های تمثیلی، حکایت هایی هستن که در واقع اصل داستان این که ضرب المثل از کجا آمده رو به ما میده، داستانش اینه. حکایت تمثیلی اگر شنیدید، رامین جان تشریف بیار عزیزم، چرا که نه، تشریف بیار. خب برزگری پند به فرزند داد کی پسر، این پیشه پس از من تو راست. هر چه کنی کشت همان بدروی، کار بد و نیک چو کوه و صداست. کسی نیومد خودم بگم، اینو خودم میگم. اومد کسی؟ اومد بسم الله. سلام بسیم. مرسی عزیزم، خودتو معرفی کن لطفا. رامین هستم. آقا رامین خیلی خوش اومدی پسرم، بفرما آقا. استاد تمثیل که گفتین یعنی همون ضرب المثل، فقط میشه یه برداشت دیگه هم ازش که مثلا میگن لقب روباه یعنی خیلی فریب دهنده است، یعنی مثلا کلاه بردار مثلا این دیگه هم میشه. خب تمثیل و خب گفتش، حالا تمثیل لا اینجا چون گفتین ضرب المثل، اینجا گفته هر چه کنی کش همان بدروی، کار بد و نیک چو کوه و صداست. هر چه کنی به خود کنی گر همه نیک بد کنی، کنم ضرب المثلش این باشه. بله پس این جواب ما نیست، درسته. بچه بیت دوم، بیت دوم ضرب المثلیه که در واقع داستان تمثیلی دارد، درسته. پس این جواب ما نیست چون گفته کدوم مشاهده نمی کنید. حالا کنایه چی؟ گفته کنایه، کنایه کار بد، کار بد و صداست، یعنی اینکه اگه ما کار مثل کوه، موقعی که ما موقعی میگیم کوه، صدامون برمیگرده به خودمون، یعنی هر کاری بکنیم به خودمون برمیگرده. و یه نکته هم که اینجا داره، هر وقت ضرب المثل داشته باشیم یعنی کنایه هم داریم. آفرین آفرین. اول امیدوارم که تارا خانم جواب من جوابشو گرفته باشه. مرسی خیلی قشنگ گفتی. بچه‌ها ما وقتی ضرب المثل داریم 100% کنایه داریم، تمام ضرب المثل ها کنایه میزن. وقتی این نکته رو حواسمون باشه تا ضرب المثل پیدا کنیم میگیم آقا کنایه هم داریم. درود بر تو. حالا بین 3 و 4، بین 3 و 4 حالا میدیم 4، چون اینجا حرف چو ادات تشبیه رو دیدیم بریم سراغش. حالا بعضی موقع ممکنه معنی مثل و مانند، بله. گفته کار بد و نیک چو کوه و صداست، یعنی کار بد و نیک مانند کوه و صدا است. خب اینجا میتونیم بگیم تشبیه هستش و فقط داره ما تشخیص مونه و اینجا تشخیصی نداریم. آقا درود بر شما، از منم خوشگلتر گفتی، خیلی روان، واقعا آفرین، زنده باد. ممنون است. من بچه توضیح کامل بود داد. فقط دوباره بگم بچه ها، تمثیل شما همون ضرب المثل بدونید، خوبه؟ همون ضرب المثل. ببین ضرب المثل ها عبارت هایی هستن که زیاد به کار میرن، مفهوم کنایی دارن 100% و پند و اندرز توشه، میبینید هست. اما تشخیص جانبخشی ببینید نداره، هیچ تشخیص و جانبخشی این تو نداریم. عالی بود پسرم، خداحافظی میکنم. ببینم دو رو کی اومده، کدام بیت انسان نمایی ندارد؟ کدام بیت انسان نمایی ندارد؟ تشخیص انسان نمایی. نه نه نوشیکا اگه درست خونده باشم، این چیزی که اینجا نوشتن، اگه معذرت بخوام اگه اشتباه کنم، نوشیکا اگه درست خونده باشم، تمام ضرب المثل ها کنایه دارن، همه جملات کنایه آمیز ضرب المثل نیستن.
برخی از جملات کنایه آمیز ضرب المثل، ولی هر چی ضرب المثل داریم کنایه آمیز هستن. یه مثال ساده میزنم، بذار به زبان ریاضی با اجازه معلم ریاضی ها. ببین عزیزم، 2, 4, 6, 8 زیرگروه اعداد هستند. خب اما همه اعداد زیرگروه اینا نیستن، مجموعه زیر مجموعه اینجوریه. سید نهال خانم عزیز، انسان نمایی عزیزم یعنی همون تشخیص، یعنی به یه موجود حالا زنده یا غیر زنده ویژگی انسان رو بدی. فکر کردن، سخن گفتن، تصمیم گرفتن، ویژگی هایی که فقط واسه انسانه. خب کسی واسه 2 اومد؟ سلام. سلام عزیزم، بفرمایید، در خدمت شماییم. بله اصلا سوال داشته کدام بید انسان نمایی ندارد. میگه دست در دامن مولا زد در کلی بگذارد و از ما مگذارد. اینجا منظورش اینه که اصلا در مثل یک آدم دست به دامن حضرت علی زد. بارک الله. اصلا این را خط بزنید. بارک الله. دانش فرج تا سینه آفاق شکاف، چشم بیدار علی خفته نیافت. بعد اینجا ما انسان نمایی داریم، تو گزینه حالا 3 من رد میشم، گزینه 4 شب ز اسرار علی آگاه است. شب که یه موجودی نیست که بخواد از اسرار کسی آگاه. این گزینه هم خفن میمونه که گزینه 3 ما انسان نمایی نداریم. چقدر عالی بچه ها، من واقعا دلم نمیاد رو حرف پسرم چیزی بگم. عالی توضیح داد، خیلی روان، قشنگ درک کرده انسان نمایی و تشخیص. آقا ممنونم، درود بر شما، خیلی عالی توضیح داده. باریکلا باریکلا. 3 خود انسانه. شب روان یعنی کسانی که شب زنده دارن، کسانی که شب رو به راز و نیاز و مناجات بیدارن. خب هیچ نداریم، بقیهش داره. انقدر قشنگ گفت که من دیگه چیزی نمیگم. متشکرم از این پسرم. بریم بعدی. خب یاسین جان، عالم که جان نداره که. خب من متوجه نمیشم منظورت چیه. تست قبلی میخوای بگی؟ خب جان عالم، این مجازن عالمه، عالمیان یعنی همه در واقع هستی. میگه همه هستی قربانت، منظور اونه. خب 3 رو کی بس بشه؟ درسته دیگه یاسین جان، جان عالم مجازه. مجاز رو من معرفی اینقدر میگم که جا بیفته بازتون، من تو سال بالاتر میخونی، الان ازتون نمیخوان. نه مهنوش جان، پس متوجه شدی عزیزم، جان عالم جان بخشی نداشت. خب کی میخواد بیاد؟ هم میتونید بزنید، چون خیلی عالی دارید میزنید بچه. واقعا متشکرم ازتون. من هرچی دارم نگاه میکنم 70%، 75%، 80%، 82%. سلام سلام آقا، سلام، درود بر شما، خودتو معرفی کن. هومن ایدیکم هستم. به به آقا هومن، مرسی که اومدی دوباره، بفرما پسرم. خب استاد، گزینه اول چو به هم معنی زمانی که اگر، بله اگر شاخ برهنه، نه چو شاخ برهنه براریم دست، مثل شاخ برهنه دست به آسمان ببریم، درسته؟ بله بله بله. نه پس این تشبیه شما. پس این تشبیه داره دیگه. بله بله. خب چون گشت زمین ز جور گردون. استاد اینم تشبیه داره. نه چون گشت زمین ز جور گردون، سرد و سیاه و خموش و آوند، بنواخت ز خشم بر فلک مشت، آن مشت توی تو ای دم آوند. میگه چون گشت زمین ز جور گردون، یعنی هنگامی که زمین از دست ظلم زمانه به تنگ اومد، یه مشت به چونه آسمون توی دماوندیه ملک و شعرهای بهار، ای دیو سپید پای در بنده گنبد گیتی ای دماوند، از سیم به سر یکی کله خود، زاهن به میان یکی کمر بند. احتمالاً خیلیاتون شاید این شعر رو خونده باشید یا بخونید. این چون به چه معنایی پسرم؟ گفتم مانند و مثل. نه دیگه، حالا اینجا این چون میشه؟ اگر زمانی هست. نه هنگامی، هنگامی که.
پس وقتی معنی مثل مانند نده بشه هنگامی که، گاهی هم اگر میشه، حالا ما اینجا هنگامی که داریم، یعنی تشبیه چی نداریم؟ تشبیه نداریم. بچه ها خوب دقت کنید، پسر من تا اینجا درست گفت، خواهش میکنم اینجا دقت کنید، اینا در واقع تستو به خاطر همینش میخوایم. بچه ها تو آزمون یه نکته هست به اسم در واقع مدیریت زمان، فوق العاده مهمه مدیریت زمان، که من اینقدرم تکرار میکنم تو این جلساتمون که دیگه تو ذهن شما ملکه ذهن بشه. مدیریت زمان میگه چی؟ آقا شما بگو، ما جواب دوم پیدا کردیم. آیا 3 و 4 وقت بذاریم بخونیم؟ خیلی دیگه نه دیگه رد میشیم. اما حالا داریم تمرین میکنیم، توی 3 تشبیه داریم، نشانه تشبیه تو 3 کدومه پسرم؟ نشانه تشبیه هم ماننده جنگجو و شجاع. بارک‌الله. جنگجو شده ماننده قوشه. عالی. و نشانه تشبیه تو 4؟ نشانه تشبیه تو 4 فکر کنم همون چون هستش. بارک‌الله. بچه ها دقت کنید چقدر ریز گفت. ما میخوایم ببینیم تشبیه داره. اصلا چرا همه جمله رو بخونیم؟ نه آقا، میام میبینیم این 4 رو پیدا میکنیم، ببینیم آقا کدوم حرف تشبیه نداره. این یه راهشه. درست اگه تشبیه پیچیده تر شد، تشبیه بلیغ یا اضافه تشبیه شد، یه ذره بیشتر دقت میکنیم. ولی الان اینجا که هر 4 تا چون رو دارن، توی 2 چون به معنی وقتی که، پس تشبیه نداریم. تموم شد. رفت جوابمون. آقا سپاسگزارم ازتون. بسیار هم عالی. حالا ببینم کی میخواد بیاد 4 رو بگه. در کدام گزینه زیر تشبیه را نمیتوان مشاهده نمود؟ حالا نمیتوان مشاهده نمود. ببین بچه من میرم کنار که شما سفر رو کامل ببینید. عزیزم کسی که اومد رو خط سلام، یه 30 ثانیه اجازه بدید. امین جان گزینه 2 انسان نمایی کدوم گزینه 2؟ این من بیت بعدیشو خوندم امین جان، بیت بعدی اینجا ننوشتم، اون را خودم خوندم بیت بعدیش رو، تو اون بیت بود. امیدوارم گرفته باشی داستان چی بود. سلام، خسته نباشی. مرسی. خودتو معرفی کن لطفا. نهال موسوی. نهال خانم خیلی خوش اومدی دخترم، بفرمایید. گزینه اول آب آینه ایست. اینجا آب با تشبیه به آینه کرده. باریکالله. عالی. بچه ها آب به آینه مشبه مشبه هم به، پس یک جواب من نیست. ادامه بده. گزینه دوم میگه مثل تو چون مورچه ای است. فکر کنم ازش اینه که تو مثل مورچه هستی. اینجا کلمه چون داره که چون هم جزو عدد تشبیه. بله کاملا درسته. پس دو هم هست شد. به نظر من میریم الان گزینه 4. بعد میگه نیکویی به هر جای چو عادت بکن. اینجا چو عدد تشبیه که اینم تشبیه داره. نه، نیکویی به هر جای چو عادت بکار یعنی چی؟ یعنی هنگامی که، وقتی که. بله. پچو ادا تشبیه نیست. نی. پس این جواب ماست. توی 3 میگه ای کار گشای هرچه هستند. نام تو کلید هرچه بستند. نام تو خدا منظوره، به کلید تشبیه شده. آره. مرسی دخترم، سپاسگزارم، ممنون، بسیار عالی. با دخترم خداحافظی میکنم، خیلی عالی بود. بریم سراغ 5. ببینیم 5 رو کی میاد توضیح بده. 5 رو کی وصل میشه؟ سلام استاد. سلام آقا. خیلی خوش اومدید. خودتون رو معرفی کنید. سید محمد عرفان نبوی زاده است. آقا سید محمد عرفان خان نبوی زاده. درود بر شما. ما میگیم محمد عرفان دیگه، یه ذره خلاصه کوچولو. محمد عرفان جان 5 رو بفرمایید. آمده سوال 5. مثلی کنایه را در کدام گزینه نمیتوان مشاهده کرد؟ گزینه اول رو من بذارم. نشه گزینه 2. از بیماران عیادت میگن. سخن همنشین خود را نمیبرید. این کنایه داره میگه وقتی اصلا بیماری کسی مثلا مریض شد نفت عیادت اون. و کنایه از این که کسی داره حرف میزنه حرف اونو قطع نکنید. آفرین. من با اجازت یه لحظه. بچه ها ببینید خیلی قشنگ گفت. تیکه
سخن همنشین خود را نمی برید کنایه از اینه که قطع می کرد. یعنی من البته اجازه گرفتم از محمد عرفان و عذرخواهی هم میکنم ازش. پس دو کنایه داریم، خب هست میشه، ما دنبال اونو که نداریم. بله. یک چی شد؟ حالا دوستگی که بذاریم من حالا گزینه سه رو بگم. آفرین آفرین، روش خوبیه، برو بریم، برو ادامه بده. گزینه سه میگه خون این روحانی شهید تا ابد در رگهای همه آزادی خواهان مسلمان میجوشد. اینجا منظور از این که خون این شهید میجوشه، منظور از این که مردم و اون آدم های مسلمان خواه خوان مسلمان این را ادامه میدن و پیش رو این را هم کنایه از این داره. کاملا درسته، کاملا درسته. گزینه چهار یه انگار قند در دل محسن آب کردن. انگار قند در دل محسن آب کردن کنایه از این که اصلا انگار یه گلی اصلا شگو از شادی. درسته. دو سه چهار کنایه داشت بنابراین؟ یک نه یکه. مرسی آقا، مرسی مرسی، عالی، سپاسگزارم ازت، خیلی عالی. من بگم هستی جان، سیستم دو مدله، MDHD. شما با HD اومدی، با HD اصلا اینجا نمیتونی وصل بشی. بچه ها چون من در واقع دارم سیستم های شما رو میبینم، بگم رنگی هم میبینم، MDR رو صورتی میبینم، HDR رو سبز میبینم. بچه هایی که سیستم HD هستید نمیتونید وصل بشید، سیستمتون رو MD کنید تا وصل بشید. درست شد؟ رامین جان اگه سوال هیچی حل شد سوالت، بسیار عالی بسیار عالی، خیلی خوب. ببینم الان داره یواش یواش دیگه من انرژی به قول معروف میاد، من دشار شده بودم، انرژیم تحلیل داشت میرم قوی شدم، الان پر انرژی شدم. اینقدر شما عالی، شیش رو ببینم که بس میشه. کاوه جان این تستا رو امروز، سلام، یه 5 ثانیه به من عزیزم اجازه بده. این تستا رو تا جایی که برسیم، گفتم 20 تاش امروز میزنیم، 80 تاست همه فایلش رو قرار میدیم، شما میتونید بعد برید در پنل بردارید تا آخر بزنید، بعدن هم رفع اشکال میکنیم هم شما تو این تمرینه اشکالاتتون برطرف میشه. بسم الله. سلام 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 عزیزم، خودتو معرفی کن لطفا. پویا محمدزاده هستم. آقای پویا خان خیلی خوش اومدی، در خدمت هستیم، بفرمایید. استاد صدام هست؟ بله عزیزم صداتو دارم، بفرمایید بفرمایید، صدات هست. استاد در این بیت خب آرایه تضاد مشاهده نمیشه، تضاد مشاهده نمیشه، باریکلا. خب میتونی بقیهش توضیح بدی واسه دوستات؟ و تموم شد دیگه، ما اونو میخواستیم. حالا بله. تناسب کجا داریم، تشخیص کجا داریم، ایهام کجا داریم، بگو. آرای تناسب اونجا که دست مولا، دامن، دامن میشه پایین لباس، مولا علی، مولا و علی تناسب دارن؟ بله بله بله. پس مولا و علی تناسب دارن، پس تناسب اون هیچ. خب این 100 درصد هیچ. حالا تشخیص چی؟ آرای تشخیص اونجا که در بیت که دست در دامون مولا در باریکالله باریکالله باریکالله. من دو و سه رو پذیرفتم، ایهام کجا داری؟ ها ایهام چیه؟ ای گفتی ایهام چیه داستانش؟
بچه ها ایهام نداریم. حالا خوب گوش بدید، پسرم حق داره میمونه تو این داستان. خواهش میکنم خانم آقا با دقت اینجا رو گوش بده. بچه ها ما اینجا تضاد نداریم، حالا چراییشو گوش بدید، خواهش میکنم دقت کنید. ببینید بچه ها، بگذر یه معنیش میشه عبور کن، یه معنی، این معنی اول. معنی دومش میشه صرف نظر کن. ببخشم یادتون باشه به کار میرم، از گناهش بگذر. مگذر دو معنی داره، به همین دلیل. یک، عبور نکن. دو، صرف نظر نکن. خانوما، آقایون محترم، آیا معنی رو دقت کنید که علی بگذر و از ما مگذر، در داره این حرف رو میزنه. آیا بگذر مگذر تو یه حیطه معنایی اومده؟ اگر دقت کنیم بگذر و مگذر تو یه حیطه معنایی نیومده. این بگذر یعنی صرف نظر کن، این مگذر یعنی عبور نکن. حالا آیا تضاد داریم اینجا؟ سوهل جان تضاد داریم؟ صرف نظر کن، عبور نکن. آها، پس گرفتید چی شد؟ محمد صدرا جان متوجه شدی چرا تضاد نداریم؟ مبینا جان دوباره بگم؟ یا نهت منظور اینه که تضاد نداریم؟ آه. پس ما ایهام نداریم، اینجا هیچ ایهامی نداریم. چشم، امین جان برمیگردم میگم. متوجه نشدی؟ دوباره میگم. ببین محمد صدرا جان دقت کن عزیزم، بچه‌ها که مثل محمد صدرا توضیح بیشتر میخوان خواهش میکنم دقت کنید. ببینید بچه‌ها، مصدر گذشتن دو مفهوم و معنی ما توی فارسی ازش داریم. یکی عبور کردن، یکی بخشیدن. صرف نظر کردن میگه آقا فلانی طلبشو بخشید، صرف نظر کرد از در واقع گرفتن طلبش، بخشید. ببین این دو معنی دوتا متفاوتن. تو از خیابان عبور میکنی ولی بدهی تو میبخشی، صرف نظر میکنی، گناه کسی میبخشی، اشتباهش میبخشی. دو معنی داریم. پس وقتی ما یک کلمه بگذر رو داریم، فعل امر همونه دیگه، اینم همون دوتا معنی رو داره. بگذر یکی عبور کن، رسیدی سر چهار راه میگه آقا بگذر. یکی صرف نظر کن، ببخش. خب این یه حیطه معنایی. طبیعتاً خانم و آقایون محترم، وقتی میگه مگذر یا نگذر، منفی همون میشه دیگه، عبور نکن، صرف نظر نکن، نبخش. خب ما این معنی رو فهمیدیم. پس دو حیطه معناییه. اونجا یا علی در میگه ای علی صرف نظر کن، امروز صرف نظر کن. میخواست بره مسجد حضرت علی 19 رمضان، شاعر گوشه لباس حضرت علی گیر میکنه به دستگیری در. شاعر اینو تشبیه کرده به اینکه در دست دراز کرده گوشه لباس حضرت علی گرفته، مانع رفتن حضرت علی بشه. پس در داره میگه صرف نظر کن، یعنی از این اندیشت که امروز بریم مسجد صرف نظر کن. خب صرف نظر کن، از من عبور نکن. ببینید پس تو دو معنی آمده، چون تو دو معنی متفاوته، این بگذر و اون مگذر ارتباط معنایی با هم
ندارند و متضاد نیستند. ردیف شد؟ همه بچه‌هایی که سوال داشتن انشالله متوجه شده باشن. اگر کسی مونده بگه هنوز. آله رامین جان من نمیدونم تو خواهر یا برادر باشی شماست. بله این اونجا هم گذاشتم به خاطر همین که میخوام این نکته رو بگم از اونجا بفهمن بیان بالا. آره الینا من متوجه نمیشم عزیزم، متوجه نمیشم یعنی چی؟ نه در چه ایهامی داره؟ الان برمیگردم اونجا، الان برمیگردم اونجا. دست در دامن مولا زد در ایهام نداره. اگر بگیم جناسه تام، بله این در یعنی به ها مثلا به دامن هست، این درم یعنی اون دری که بازه بسته میکنن، میتونیم بگیم جناسه تام داره. اما ما که اینجا پاسخامو نداریم که اصلا ربطی نداره به ما، ولی ایهام نداره. ایهام وقتیه که من یک کلمه بگم، مثال یادتونه، میگه فلانی دستی در این کار داره. خب خوب دقت کن، دست آیا منظورش دست تو کار داره یا منظورش اینه که اعمال نفوذ کرده؟ ها مثلا یه چه میدونم حلوای پخته شده، میگه فلانی دستی تو این کار داره، یعنی یا اونم اومده وایساده حلوا رو هم زده دستشو به کار برده با دستش کار کرده، یا اینکه نظر داده. خب ما نمیدونیم کدومه، میگیم اینجا ایهامه، هر دوتا معنیه. پس ایهام وقتیه که هر دو معنی باشه، ما اینجا همچین چیزی نداریم. زهرا جان عزیزم شما اگر ششمی قربونت برم سر زنگ ششم بیا، چون اینجا آرایه ها واسط سنگین تره، مباحث پیچیده تر میشه، قربونت برم اذیت میشی. پیشنهادم اینه ششما رو بیا دختر نازم. خب نه دیگه هستی جان دقت کن دخترم، تضاد خوب نگاه کنید، میگه کدام آرایه ادبی در بیت زین مشاهده نمیگردد. خب تضاد نداشتیم، تناسب. بچه من یه نکته میخوام بگم، یه نفر الان گفت هستی، آفرین به هستی. هستی یه ریزکاری دیگر هم حواسش بود، خوب دقت کنید، خوب دقت کنید. مرسی هستی، مرسی مرسی، واقعا آفرین به این حواس جمع. هستی میگه آقا پس ما جواب که نداریم، ایهام هم که نداریم. آها حالا شد، بازی که تا حالا خوردید این بود. بچه همه این توضیحات رو دادیم، خواهش میکنم دقت کنید. همه من برمیگردم از نو میگم، بعد ببینم کجا بازی خوردید، کجا بازی خوردید. پس این بگذرم مگذرم که گرفتیم تضاد نداریم، ما سوال یه بار دیگه میخونیم. و بچه ها این اتفاق توی آزمون استعدادهای درخشان خیلی میفته. میگه کدام آرایه ادبی در بیت زیر مشاهده نمیگردد؟ ما گفتیم تناسب داریم، ما گفتیم تناسب داریم حذف کردیم، ما گفتیم تشخیص داریم حذف کردیم. پس اینجا دو تا جوابه، هم تضاد نداریم هم ایهام نداریم. مرسی هستی. بچه حواستون باشه این اتفاق زیاد میفته که یک تستی دو آزمون داشت، دو تا پاسخ داشته باشه، هیچ اشکالی هم نداره، حالا که تمرینه تو خود آزمون هم اتفاق میفته. هستی حواسش بود این نمیگردده کار ما رو خیلی دقیق مشخص میکنه. فعل سوال رو با دقت بخونید، اینجا دو تا پاسخه، هم تضاد نداشتیم هم ایهام نداشتیم. مرسی مرسی سینا. آره مبینا بله بله. حالا انشالله نمونه سوال آزمون سمپاد ما رو 5 سال گذشته رو فکر میکنم بتونم راحت بیارم، البته الان نه بعدن آخر سر. بعد میبینید که تقریبا هر سال یک دو تا سوال اینجوری هست، هست میکنن اصلا گاهی. آره منتها ما الان میخوایم اینجا تو تمرین اینا آماده بشه، ذهنمون آماده بشه، اذیت نشیم. آن دیا اگر چون حذفش میکنن معمولا، اگر متوجه یا هر دو تاشو میپذیرن یا حذف میکنن، متوجه شدید نزنید راحت، منفی هم نخورید. خب آره دخترم و آره آقا علی آقا چرا که نمیشه پسرم. ببین ایهام وقتی یک جمله بگیم و نداریم منظور کدوم معنیشه، خب بگیم آقا یه معنی داره دو تا معنی داره، دو تا معنی واسهش متصوریم، دو تا معنی متصوریم، هر دو معنیش هم درسته، نمیتونیم تشخیص بدیم این یا این، اونجا میگیم ایهام داریم، وهم و گمان. مثال خاطرت هست اگه کلاس بوده باشی، چشم راست خیشتن برارم
چشم چپ خیشتن برارم تا نبیند چشم نبیند به جز راست. و گفتیم راست هم چشم راست میشه هم درست و پاک و دو معنی. کدومش هر دوتا؟ شاعر به عمد هر دوتاشو میاره. خب من سوال دو رو بیارم. این عزیزم گفته که گزینه دو سوال دو رو من این توضیح بدم. امین جان سوال دو گزینه دو. فجر تا سینه آفاق شکاف چشم بیدار علی خفته نیافت. فجر یعنی صبح زود، نور خورشید که میزنه اون صبح زود، البته هوا روشن شده ولی خورشید هنوز بالا نیومده، خورشید رو نمیبینیم ولی آثارش رو میبینیم. اینجا بهش تشخیص جام در واقع سینه آفاق رو میشکافه. منظورش کنایه از اینه که تا نور به آسمون میاد یه مقدار هوا روشن میشه. اما شکافتن سینه رفتار موجود زنده است دیگه. پس ما اینجا تشخیص انسان نمایی رو داریم. گرفتی چی شد امین؟ خدا رو شکر. آندیا انرژی به من دادی. من اصلا امروز خسته نمیرم، خوبه. انرژی فراوان، یه هفته انرژی دارم. امیدوارم همینطور باشه. زنده باشی عزیزم. خب بریم ادامه داستان. فکر کنم یه با توجه به زمانمون یه دو سه تا تست هم میشه بزنیم راحت. خب هفت بچه‌ها، تشبیه در کدام مورد مشاهده نمی‌شود؟ بازم تشبیه. ببین سریع‌ترین راهش اینه که ما علامت در واقع تشبیه که همون اداه تشبیه اول بریم سراغ اون، یا حواسمون باشه اگر تشبیه بلیغ بود که هیچی دیگه اداه هم نمیخواد. سریع مشبه مشبه هم به شکل مضاف مضاف الیه کنار هم. امیر مهدی سوال دو رو نفهمیدی؟ بازم برمیگردم میگم کاری نداره، ولی بدون اونجا به ما گفته کدوم جانبخشی ندارد. سه تا گزینه جانبخشی تشخیص رو داشت، یکی نداشت. اونی که میگه شب روان مست بلای تو علی، جان عالم به فدای تو علی، اونجا تشخیص نداره، میگه همه دنیا فدات بشه یا علی، هیچ تشخیصی نداره. امیر حسین چرا نه؟ بیا آقا، میتونی بیا؟ بسم الله بفرما، بس شو بیا. سلام استاد. سلام عزیزم. سلام خانوم، بفرمایید خودتون رو معرفی کنید لطفا. من تارا عربول هستم. من تارا خانوم، درسته؟ بله بله درست. خوش اومدی دخترم، بفرما خانوم. خیلی ممنون. خب استاد گفته در کدام گزینه تشبیه وجود نداره. گزینه اول گفته مرغان پربسته بودیم، پرواز را برده از یاد. میگه ما مثل مرغان پربسته بودیم، پس اینجا میگیم تشبیه وجود داره. مانند باران صمیمی از باغ گل با صفاتر، میگه مثل باران صمیمی از باغ گل با صفاتر بودیم، پس اینجا هم آره تشبیه وجود داره. معرفت از لفظ دینداران کامل عقل جوی، میگه که معرفت رو از کسایی که دینشون کامله با عقل کامل یاد بگیر، اینجا آره تشبیه نداریم. گزینه چهار هم بررسی میکنیم، میگه موی بر اندام خصم از گیم همچون نیش کن، میگه که یعنی اون خشم رو بدون ترس ریشه کن کن. باری کلا باری کلا باری کلا کامل گفت. بچه ها من چی بگم؟ تشبیه داریم ما به مرغ، ما مثل بارانه، مثلا او مثل باران صمیمی و اینجا هم موی مثل نیش. بله اینجا تشبیه نداریم، تموم شد. خیلی راحت. مرسی دخترم، مرسی. خیلی ممنون استاد، خسته نباشید. سپاسگزارم. نه با شما که خسته نمیشم، مگه میشه؟ هشت رو بفرمایید هر کی میتونه واسه بیاد. سلام عزیزم. عزیزم مرسی، خودتو معرفی کن لطفا. آقای ملک علی یاسین. بله آقا ملک علی یاسین خان، خیلی خوش اومدید پسرم، بفرما. هشت خدمت شما. این استاد اول یه نگاه کلی هم بندازیم، می‌بینیم همه اینا شعرن، بعد تو دومی یه دونه کلمه سج داریم. خب ما سج می‌دونیم برای متن، سری می‌زنیم گزینه. واقعا عالی، واقعا کیف کردم، باریکلا. این تست زنیه بچه ها، اینجوری میتونید، یعنی این بگم عالی ترین شکلی که من منتظرش بودم. مرسی آقا یاس، خیلی قشنگ بود. میگه بچه ها نگاه کردم دیدم این نوشته سج، سج مال شعر نیست، تموم شد. این میشه مدیریت زمان. و آزمون تستی اینجوری، تست ظاهرا شلوغ 5 ثانیه وقتشو نمیگیره. عالی، به 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 به، واقعا عالی، کیف کردم، کیف کردم. متشکرم آقا، متشکرم، بسیار هم عالی. با پسرم خداحافظی میکنم. من گزینه یک استعاره داره رو متوجه نشدم. هومن جان کدومو میگی؟ اگه منظورت
اینجا توی هفت مرغان پربسته بودیم، پرواز را برده از یاد. نه نه را سراغ استاره، اینجوری بهتره. نو امیر مهدی تون گفتم هفتو بگم، هر کس اومد واسه نو وایست، من برای امیر مهدی هفتو بگم باز. امیر مهدی جان ببین عزیزم، میگه مرغان پربسته بودیم، یعنی ما مثل مرغ پربسته بودیم، مرغان پربسته ما، مشبه مشبه هم با تشبیه داره، مانند باران مثل باران تشبیه داره، موی بر اندام خس از بیم همچون نیش کن تشبیه داره، یک دو چهار تشبیه داره، شما تو سه هیچ تشبیهی نمیبینید. خب کی میخواد بیاد؟ هر کس اومد بگه. سلام استاد. سلام آقا، درود بر شما، خودتون رو لطفا معرفی کنید. نو هم بفرمایید. حسین اجدری هستم. آقا حسین خیلی خوش اومدی پسرم، بسیار هم عالی. بفرمایید. کوه آهن چو دریای آب. استاد خب این همین چوش معلومه که این تشبیهه. آفرین آفرین. مصطفی گفت شهید مثل یک نمره 20، این مثل واضحه که عدد تشبیه اینجا. بعد میگه که چو شاخ برهنه برارین دست که بیبر. اصلا این چو شاخ هم عدد تشبیه بکنم. آره. باریکالله تموم شد. آره. بچه ها چقدر قشنگ سریع شناسایی کرد عدد تشبیه رو، یک دو سه نرش چهار. این چو میشه هنگامی که، وقتی که، بازم عدد تشبیه نداریم، گزینه چهار جواب مونه. استاد فقط یه چیزی جانم، استاد اونجا بود که گفت از علی از من بگذر نگذر، یه همچین چیزی. بله بله بله. بگذر چون فقط یه معنی میداد میشد، ایهام نمیشد. نه دیگه ببین، ایهام وقتیه که تو یک، آره آره، یعنی هر کدوم اونها یه معنی خاص میدن، هر دوتا معنی بله. رو در آن واحد نمیدن. درست. درود بر تو، زنده باشی سینا جان. قطعا ببین بچه ها وصل میشن، تو هم تلاش کن وصل شی، باید بتونی. ده فکر کنم بچه ها سریع بیاد یکی بگه، ده هم میرسیم بگیم که دیگه تایمون تموم میشه. علی آقا شما نمیتونی، آقای عالی با سیستم HD نمیشه. خب سلام استاد. سلام، لطفا خودتون معرفی کنید. ریحان خانوم درسته؟ سلام. بلندتر عزیزم، من اسمتو نشنیدم واضح. نهال موسوی. آها نهال خانوم، نهال خوش اومدید دخترم. ده رو بفرمایید. گزینه اولو من رد کردم چون خب فکر کنم این یه نفر هستش که آدم نمایی نداره، یعنی این جمله داره که... آدم نمایی داره و درسته، اما دنبال غلطه ایم، میگه صحیح نیست. صحیح نیست. این دوم مرات نظیر داره که درسته، برگ و خزان مثل خزان با هم دیگه مرمتن. گزینه سوم رد میکنیم، یه گزینه چهارم که تشبیه میگه اون چونه که اونجا هستش عدد تشبیه. باریکالله باریکالله. یعنی واقعا بعضیتون پاشید بیاید اینجا، من یه ساعته استراحت کنم، شما معلم بشید. خیلی عالی توضیح دادی، مرسی خانم. مرسی. آره درود بر شما، خیلی خوب بود، کامل. علی آقا الان MD شدی ولی متاسفانه لحظه خداحافظیه. بچه ها من کیف کردم، یعنی باور کنید به جان خودم جدی میگم، دو تا جلسه پشت سرم هم با شما داشته باشم خسته نمیشم. چقدر خوبید شما، چقدر انرژی میدید. النا جان لطف داری دخترم، ممنونم. خب بچه ها لطفاً این فایل رو برید بردارید، 80 تا تسته، خب همه رو بزنید. ما جلسه رفع اشکال و جمع بندی که خواهیم داشت، اون جلسه جمع بندی باز تست خواهیم داشت، میتونید اونجا بگید فلانی این فایل مثلا فلان سوال رو دارم رفع اشکال کنیم. من فکر میکنم اینجوری همتون بدون اشکال آرای ادبی رو بتونید راحت شناسایی کنید. نه 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 جواب نمیذارم، نمیخوام چالشی باشه، میخوام جواب بذارم که چی بشه، میخوام چالش داشته باشیم. شما هم خسته نباشید بچه ها، عالی بودید، مراقب سلامتیتون باشید، سعی کنید که تو این اوضاع احوال سلامتی خیلی مهمه. چشم هم انجام، آدرس پیج رو هم من انشالله چیز میکنم براتون، قرار میدم از طریق خود کلاس اینو قرار میدم. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم، مراقب سلامتیتون باشید.
تا هفته آینده خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ.